بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم در برنامه اذکار عرض سلام و ادب دارم. امیدوارم که باز هم در راستای فهم بیشتر و تداعی بهتر معانی و مفاهیم اذکاری که به زبون میاریم پیشگام باشیم. ذکر، یاد در واقع باید با معنا و مفهوم باشه. بدون معنا و مفهوم هیچگاه ذکر نمیتونه ذکر باشه. شما حتی اگر ساعتی رو روی وقت معین بذارید که زنگ بزنه و به شما به یاد شما بندازه، باید موضوع مرتبط با این زنگ رو در ذهن خودتون داشته باشید. اگر این موضوع نباشه، صدای زنگ هیچ فایده ای و سودی رو به جز مزاحمت براتون نخواهد. چه بسیارن افرادی که نماز میخونن، ذکرم میگن و به جز مزاحمت برای خودشون چیزی دیگه ای رو ندارند. عبادتشون به خودشون برمیگرده، ذکرشون هم به خودشون پس داده میشه، به خاطر اینکه اون معنا و مفهومی که باید پیش روشون باشه و در ارتباط با اون اذکار در ذهنشون تداعی بشه، اونها وجود نداره. خلایی هست. هرگز شما تجربه کردید که بادامی رو پسته‌ای رو بشکنید و تهی از مغز باشه، زحمت شکستنش رو به خودتون میدید ولی چیزی به دستتون نمیاد؟ از خداوند متعال پناهی بریم که عبادات ما بی مغز باشه و از کار خودمون بهره رو نگیریم. گفتیم که نماز یکی از مهمترین اذکاری هست که در شبانه روز برامون مقرر شده، ذکری که با تکبیر گفتن و تسلیم شدن در مقابل الله متعال، اظهار تسلیم شدن و اظهار عبودیت با تکبیر الهی آغاز میشه و با سلام و ارتباط سالم با هم نوع پایان پیدا میکنه. این نماز استفتاحی داره که خیلی ها از ماها شاید بدونیم، بلی بخشی از اون استفتاح رو میدونیم. اکثرمون دعایی رو میدونیم که امام ابو داوود روایت کردن، امام ترمذی هم اینو آوردن از ابو هریره رضی الله عنه، حضرت عایشه رضی الله عنها، که پیامبر صلی الله علیه و سلم کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا استفتح الصلاه قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. اینو همون میدونیم، اکثرا اینو حفظ داریم و شاید کوتاه‌ترین دعایی هست که در استفتاح نماز خونده میشه، ولی خب معانی بسیار عظیم و مبارکی در این عبارت کوتاه گنجانده شده که تداعی کردنش بسیار لازم است. اگرچه دعاهای دیگری هم وجود داره که همه این دعاها در واقع تنوع این بخش عبادی رو برامون فراهم میکنه، تا اینکه ما با انگیزه های مختلف
ابتداء نماز خودمون رو شروع کنیم، نماز خودمون رو آغاز کنیم. شرایط مختلف هست و انگیزه های متعدد هست، اگرچه اصل موضوع اظهار عبودیت و فرمانبرداری در مقابل حکم الهی هست، ولی به طور طبیعی در گیرودار زندگی انسان وقتی که به نماز رو میاره، علاوه بر اینکه عبادتی رو میخواد انجام بده یا اظهار عبودیتی رو در محضر الهی بکنه، علاوه بر اون یک پیشینه ذهنی یا پیشینه اجتماعی یا وضعیتی رو داره که اون وضعیت هم در شکلی نماز بسیار تاثیرگذار هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا حزبه امر فزع الى الصلاه، اگر با موضوعی درگیر میشدن به نماز میشتافتند. یعنی نماز رو یک وسیله یا یک تغذیه برای تمام مشکلات و تمام معضلات زندگی روزمره تلقی میکردند. ما خیلی موارد هست که فکر میکنیم که فرزن در داخل نماز وقتی که ما ذهن ما پرش پیدا میکنه از جا به جای دیگه میره، درگیر میشیم که چطوری بتونیم متمرکز بشیم به نماز. همیشه این مشکل رو خیلی ها دارند و همه باش درگیرند، به خاطر اینکه ما نمیخوایم مشکلات رو با نماز حل کنیم. ما فکر می‌کنیم که مشکلاتمون از نماز جدا هست. نه، برعکس، ما باید خود نماز رو وسیله یا ذریعه یا موضوعی به عنوان توسل به نماز باشه تا اینکه برسیم به اهداف خودمون، اهداف سالم خودمون. استعینوا بالصبر والصلاة، استعانه به صلات کردن در حقیقت یعنی این که از الله متعال در هر زمینه کمک جستن، هدایت خواستن، یاری طلبیدن، خطاها رو جبران کردن. در این دعایی که همون حفظ داریم، ابتدا با تسبیح آغاز میشه. سبحانك اللهم، پروردگار تو منزه هستی، با حمد تو. اینو میگیم، منزه هستی از تمام کوتاهیایی که ما در زندگی خودمون انجام میدیم، منزه هستی از تمام غفلت هایی که ما در عمل کرد خودمون داریم، منزه هستی از تمام باورهای غلطی که خواسته و ناخواسته در ذهن ما و بشر در ارتباط با تو شکل میگیره. منزه هستی از ناامیدی و یأسی که ما خیلی موقع ها ما رو با خودش مشغول میکنه و از تو ناامید میکنه. منزه هستی از انشغالی که خیلی از امور ما رو منشغل میکنه و تو رو از یاد میبریم. منزه هستی که بزرگی و عظمت خیلی از امور در ذهن ما جای گرفته است و تو رو فراموش میکنی. منزه هستی از تمام گفتار و کرداری که بندگان میگن و انجام میدن و در خور و شایسته مقام و عظمت تو نیست و تمام صفات کمال مال تو هست. به حمد که با حمد تو تسبیح تو رو میگی، کمال صفات رو برای تو ثابت بکنیم و تو رو منزه می‌داریم و دور می‌داریم از تمام اون چه که زیبنده مقام شأن تو نیست. و تبارک اسمک، اسم تو، نام تو مستر همه برکت هاست، خیر هست.
وقتی که نام الهی رو میگیریم، الله متعال رو به ذهن میاریم، منبع تمام خیر و خیرات رو در واقع تداعی کردیم و به ذهن آوردیم. و وقتی که نام الله رو به زبان میاریم، یعنی اینکه عظمت و بزرگی موجودی رو در ذهن خودمون زنده نگه داشتیم که هیچ عظمت و بزرگی در مقابل او حیثیت مقامی نداره. لتعالی جدک، عظمت و بزرگی و مقام بالای تو بسیار بالا هست، بالا مقام هستی پروردگارا. جد برای عظمت، جلال، کبریا. تعالی یعنی بالا هست، بلند مرتبه هست، عظمت تو، کبریای تو بالا هست. ولا اله غیرک، و هیچ الهی، حاجت روایی، مشکل گشایی، موجودی که بهش امید داشته باشیم و بهش دلبسته و وابسته باشیم، نیست مگر تو. لا اله الا غیرک. الوهیت و عبودیت یکتای تو اون چیزی هست که بهش باور داریم و اون چیزی هست که در 24 ساعت زندگی باید بهش پایبند بمونیم. الفاظ کوتاه هست و به سادگی ازش رد میشیم، ولی بسیار پرمعنا هست، بسیار پرمفهوم هست. تا زمانی که این الفاظ رو ما درش دقت نکنیم، استعینو به صبر و صلاح برامون درست نمیتونه تصویر پیدا بکنه. استعانه جستن، کمک گرفتن از نماز. در هر موقعیتی که هستید، وقتی که این دعا رو به زبان آوردید در ابتدا، یعنی که از جهتی الله متعال رو مبرا کردید از تمام کوتاهی ها و نقص هایی که ما بهش نسبت میدیم یا در قبالش انجام میدیم، از جهتی دیگه کمال رو برای او با صفات کمالش به اثبات رسوندید، و از جهتی دیگه عظمت و کبریای او رو در ذهن تداعی کردید، و از جهت دیگه الوهیت یکتای اون رو اثبات کردید و عبودیت دیگران رو نفی کردید. ولا اله غیرک، غیر از تو هیچ الهی، هیچ معبودی وجود نداره. هر چی هست دروغ هست، هر چی هست نادرست هست. یکی از دعایی که در نماز، ابتدای نماز اومده یا ذکری که اومده این هست، و از کار دیگری هم اومده که اونها هم در موقعیت های مختلف باید در آغاز نماز خونده بشه. تنوع این از کار پوشش دهنده موقعیت های مختلفه انسان و نیازهای درونی افراد هست. حضرت ابو هریره رضی الله عنه در روایتی که من بخاری و مسلم میارند، میگن که کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یسکت بین تکبیر و بین القرآت اسکاتتن. پیامبر صلی الله علیه وسلم در بین تکبیر و بین قرآت خودشون یه توقفی داشتن. فقلت گفتم به ابی و امی یا رسول الله، پدر و مادرم قربانت بشن یا رسول الله، اسکاتو که بین تکبیر و القرائت ما تقول، در این
سکوتی که بین تکبیر و قرائت انجام میدی در این میان شما چی میگید؟ قال اقول، اینو میگم: اللهم باعد بینی بین خطایای کما باعدت بین المشرق المغرب. پروردگارا فاصله بینداز بین من و بین اشتباهات من، کما باعدت بین المشرق و المغرب، همونطوری که فاصله انداختی بین مشرق و مغرب. اشتباهات من یا انجام شده هست یا اشتباهاتی هست که بهش من مبتلا هستم، عادت هست، انسان به خلق و خوهای مختلفی عادت داره، یا اتفاق هست. فاصله انداختن بین انسان و خطا، که کل انسان بنی آدم خطا هست، هر انسانی خطاکار هست، خطا درش یک بخش لاینفک هست، فاصله انداختن بین خطا هم به معنای دور ماندن از ارتکاب خطا هست، هم دور ماندن از عاقبت ارتکاب این خطا هست. ببینید، شما وقتی که نمازی رو شروع میکنید و این جمله رو به زبان میارید، اللهم باعد بینی بین خطایای کما باعدت بین المشرق و المغرب، فاصله بین نماز قبل و نمازی که دارید میخونید رو کلا با ترسیم کنید که چه اشتباهی مرتکب شدید، چه خطایی رو انجام دادید، چه کوتاهی هایی کردید تا این فاصله بین شما عملی انجام بشه، یا این درخواستتون یه درخواست بالفعلی باشه، چه اموری بوده که باید انجام میدادید انجام ندادید، در چه زمینه های کوتاهی کردید، چرا نماز از نماز تا نماز دیگه کفاره هست، چرا فاصله کلن در پنج وقت این نماز رو ما در اوقات متعدد انجام میدیم، چرا اینا رو یک جا جمع نمی کنیم اونطوری که پنج وقت رو خیلی ها سه وقت کردن؟ چون نیاز انسان هست که در مسیر زندگی هر قدمی برداشت یه نگاهی به عقب بکنه، نظر تراکم بده. یه لباسی رو شما اگر یک روز دو روز سه روز پوشیدید، خب روز اول تمیده، روز دوم خود به خود آثار کثیفی روش نمایان میشه، اگر سه روز شد چهار روز شد بیشتر میشه، بالاخره به یک وضعیتی میشه که خودتونم خجالت بکشید که با اون لباس بیرون بیایید. چه خوبه که انسان در اولین فرصت این لباس رو بشوره تا اینکه لباس نظیفی باشه. خلق و خوی انسان و سیرت انسان هم به همین صورت است. هر نمازی و هر وعده ای از این نمازها یک غسل خانه ای برای انسان هست. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن آیا ببینی کسی که در جلوی خونش یه نهر آب باشه و روش در اون آب پنج بار غسل میکنه، آیا از چیزی میمونه؟ از نجاست؟ ابدا. نمازم عیناً این موضوع رو داره. در ادامه میگه اللهم نقنی من الخطايا كما ينقي الثوب الابيض من الدنس. پروردگار من رو از خطایا پاک کن، همونطوری که لباس سفید از چرک و آلودگی پاک میشه. اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. پروردگار شستشو بده، پاک کن گناهان من رو با آب و با برف و با یخ، که اینها همشون زاینده انواع مختلف میکروب ها و همه انواع نجاسات هستند. دعای دومی هست که باز هم در سنت اومده، در صحیح بخاری مسلم اومده، انشاءالله که این دعا رو هم حفظ میکنید تا با تنوع این دعاها عباداتتون با روح و معنا و مفهوم صحیح و درستی انجام بشه. ادامه این دعاها رو انشاءالله در برنامه آینده تقدیم حضورتون خواهم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
هم.